أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ذبح قربانی جهت تقرب پروردگار از زمان ام ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام که دو فرزندش خواستن قربانی بکنن و او هم به نزد الله جل جلاله قبول شود شروع می شود. آن هم همچنان بود که هر دو هم حابیل و هم قابیل دو قچر گرفتن ذبح کردن به نام الله و همچنان اندازه گندم را گرفتند و در آن زمان روال چنان بود که بعد سائقه می آمد و از کسی قربانیش قبول می شد و قربانی را می سوختند و همو گونه اگر می شد قربانی به نزد الله جل جلاله قبول می شد و همان بود که قربانی حضرت حابیل علیه السلام قبول شد و نیتش رضای الله بود، اما برعکس از حضرت قابیل همچنان باقی ماند. و قربانی قسمی که ما شما میبینیم از جمله آیین هست که شروعش بعد از حضرت ابراهیم خلیل الله می شود که در امتحان بزرگ الله جل جلاله قرار می گیرد و آن هم باید فرزند دلبندش را به نام الله ذبح بکند و قربانی بکند، که آن هم قصهش مشهور است و حرکت می کند، به قربانگاه پسر را می برد و کارد را هم به گردن حضرت اسماعیل علیه السلام می ماند، اما عمل چیز دیگه ای می شود و آن هم همان است که قربانی گوسفند از جنت آورده می شود و توسط ملائکه ها، و لحظه ای که کارد را کش می کند می بیند که گوسفند هست و امر الله را انجام می دهد. و بعد در زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با آمدن دین اسلام یه عمل صورت می گیرد و ما در امتحان بزرگ الله جل جلاله قرار می گیریم. یکی قربانی حکمش چی هست، بالای کی قربانی لازم می شود و کی ها واجب است که قربانی بکنند و حد نصاب قربانی چقدر هست و کدام حیوانات قربانی میشد، چند ساله باشند، سنشان چقدر باشد، چند نفر در کدام حیوان میتوند شریک شود و کدام حیوان تنها به یک نفر قربانیش میشد، برنامه را تماشا بکنین که ویژه برنامه ما در رابطه به موضوع قربانی هست. کسای و عزیزانی که هم در برنامه تماس میگیرین، سوالاتتان در رابطه به موضوع قربانی، فضیلت قربانی و فضیلت دهه اگر باشد خوبتر و بهتر هست، و اگر سوال دیگری می باشد تماس قطع میشد. چرا؟ به خاطر اینکه خوب است و بهتر است که یک برنامه ویژه در رابطه به قضایای دهه و قربانی و قضایای عید داشته باشیم تا یک درس گرفته باشیم و همچنان افراد اشخاصی که میخواین بفهمن که بالای کیها قربانی لازم میشد بفهمن و بدانن که شما بیننده برنامه در سراسر افغانستان و جهان هستید. 0711-103 میتونین که مستقیما تماس بگیرین و اگر تماس شما ازان وصل نمیشه از طریق فیسبوک برنامه روش روشن شما سوالاتتان را مطرح بکنین و همچنان تا لحظه ای که تماس را شما را بگیرم از تسلیت میکنم به تماما شهدایی که در این هفته که گذشت در تماما ولایت افغانستان و علل خصوص غزنی و علل خصوص چند روز پیشی که در کارتی ساحه دشت برچی صورت گرفت، در یکی از مکاتب شخصی عرض تسلیت میکنم به تمام بازماندگان شهدا و کسایی که مجروحین هستند. از الله جل جلاله خواهان هستم که آنها را شفای عاجل و کامل نصیب بگرداند. و همچنان ناگفته نماند که ایام عید ایام خوشحالی هست، ایام خوبی هست، ایام هست که در این روزها باید خوشحالی داشته باشیم و خواهش میکنیم ما هم از تمام افراد و اشخاصی که میخواهند به بازماندگان اینها کمک بکنن میتونن بروند، غم شریکی بکنن با آنها،
میتونن که برون از نزدیک با فامیلای اینها ببینند و هر آنچه که از دستشان می آید با آنها کمک بکنند. که در برنامه جناب محترم مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن را نیز با خود داریم. جناب استاد خوش آمدید به برنامه. موضوع بحث در رابطه با قربانی و احکامش گرفتیم، اختصاص دادیم و دوستانم از پیشون خواهش کردیم که تمام سوالاتشان در همین رابطه باشه. در نخست صحبت شما را داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هم بنوبة خود عرض تسليات دارم با بازماندگان شهدای حوادث اخیری که در دشت برچی، در ولایت غزنی، در ولایت قندوز، در ولایت فرا و در ولایت لوگر و در تمام ولایت ها که از اثر بمباردمان آمریکایی ها و از اثر حملات بالاخره مخالفین به شهادت رسیده اند، خداوند متعال شهادت شهدا را قبول بگردانه و با بازماندگانشان اجر عظیم صبر جمیل از الله سبحانه و تعالی مسئلت دارم و ایره هم از خداوند متعال می خواهم که اگر این نظام، این حکومت صلاحیت و استعداد و بالاخره قدرت تأمین امنیت نداره، خداوند متعال یک حکومت قوی و مقتدر اسلامی را با ما بدهد که واقعا از جان ما، از دین ما، از ارزش‌های اسلامی ما، از نوامیس ملی ما دفاع کرده بتوانند. در رابطه به فلسفه قربانی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که یا رسول الله ما هذه الاضاحی، این قربانی ها چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند که سنت ابیکم ابراهیم، این قربانی سنت روش و طریقه پدر شما ابراهیم علیه الصلاه و السلام است. باز فرمودن فما لنا فیها یا رسول الله، برای ما در این قربانی چی وجود داره؟ نبی صلی الله علیه و سلم فرمودن بکل شعرات منها حسنه، در مقابل هر موی حیوان قربانی الله سبحانه و تعالی برای شما حسنه میده. پس یک فلسفه عمده و اساسی قربانی احیا و زنده کردن سنت ابراهیمی هست و در احیا و سنت، در احیای سنت ابراهیمی علیه الصلاه و السلام ما صبر را یاد میگیریم، تحمل را یاد میگیریم، بردباری را یاد میگیریم و ای را یاد میگیریم که برای عملی کردن امر الله از جان و مال و زن و فرزند خودم میگذرم. مثل که حضرت ابراهیم علیه السلام از جان خود گذشت، در آتش نمرود افتید، ولی که خدا نگاه میکنه از فرزند خود گذشت، از مال خود گذشت و بالاخره خداوند متعال در هر آزمونی که بالایش آمد موفقانه بدر آمد و موفقانه از هر آزمون بیرون شد و کامیابی را خداوند متعال نصیبش گردان. دومین فلسفه قربانی شکر حیات و زندگی و نعمتهایی هست که الله سبحانه و تعالی برای ما شما داده است. همین که ما را خداوند متعال زنده کرده است، باز مسلمان پیدا کرده است، باز برای ما صحت داده است، سلامتی داده است، نعمتهای خود را اعطا کرده است، اینها همه نعمتهای است که بکار است شکر آن را ادا بکنیم و شکر نعمت به قربانی هم ادا شده میتواند. و دیگر این که فلسفه قربانی و اضحیه این است که در مقابل مصائب، مشکلات، هموم ما صبر و تحمل و بردباری و شکیبایی داشته باشیم، مثل که حضرت ابراهیم علیه السلام صبر و بردباری و شکیبایی داشتند. بله، تشکر استاد.
زنده باشین دوستان، ما هم حتما منتظر هستن. هزون برنده تا اینکه تماس های شما رو بگیرم، حال یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه باز بخیر تماس های شما دوستان رو خواهد داشتیم. عزیزان بیننده، شما را دوباره خوش آمدید میگم به ادامه برنامه روش روشن که همین اکنون شما تماشاگر برنامه روش روشن به قسم زنده هستید. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام، بفرمایید. درستین بخیر. یک سلام برای شما دارم استاد محترم، یک سلام به مفتی صاحب دارم، یک سلام بر کارمندای تلویزیون آریانا جهانی دارم. زنده باشین. بفرما برادر عزیز. استاد محترم، از مفتی صاحب خواهش دارم که نمیجا ما یک دانه قربانی گرفتیم، یک دانه گاو خریدیم و یه به نام پدرجان و مادرجان گرفتیم، ما برای سه نفر گرفتیم. بعد حال ما میگه که شما ما چهار تا برادرام هستیم، میخواستیم که آیا ما هم در این سم میتونیم بگیریم چهار تا برادرام؟ آنخناخ هست. گفتین گاو خریدین، چی شده؟ گفتین چند نفر شریک شدین؟ چه قسم؟ ما یک گاو خریدیم به نام پدر جان مادر جانم. بله. بعد ما چهار تا برادرام هستیم، آیا ما میتونیم در این قربانی شریک شویم؟ خب تشکر، تشکر برادر، منتظر باش، منتظر باش. عزیزان بیننده، در بین وقفه تماس دوست خود را داشتیم و برنامه هم شروع شد. مستقیم شما میتونید تماس بگیرید 0711130130. موضوع بحث امروز در رابطه با موضوع قربانی، احکام دهه ذی‌الحجه و کدام کارها را در دهه زیادتر انجام بدیم تا مستحق پاداش بزرگ شیم. بفرما برادر عزیز، در خدمت خودت. برنامه روش روشن است. بله صاحب، در خدمت هستیم، بفرمایید. ما یک سوال داشتیم از مفتی صاحب. ما 5 لک مال داریم ولی در ضمن 3 لک قرضدار هستیم. 5 لک مال دارین، 3 لک قرضدار هستین؟ قرضدار هستیم، مهرلاسیم از کند سماسی رو قرضدار. آیا بالای شما قربانی میشد یا خیر؟ همی سوالت هست؟ بله، همی سوالی ماست که ما 5 لک مال موجود داریم و 3 لک قرضدار هستیم. آه، سوالتی از که آیا زکات بتین یا قربانی بالایتون میشه؟ نه، قربانی بکنیم باید، میشه یا نیده قربانی؟ منتظر باش، منتظر باش. تشکر. عزیزان بیننده، موضوع بحث امروز خاص قربانی و مسائل همین دهه‌ای که ما شما قرار داریم. تماس بعدی. بله بفرمایین. تماس رو وصل است، بفرمایین. بفرما. برای که 5 ساله باشه، یعنی 6 ماه را پورا نکرده باشه، 5 ماه تا کلان باشه، خوارش بلند باشه، قربانی میشه نمیشه؟ منتظر باش. سوال دیگری دارین؟ نه. تشکر برادر عزیز. عزیزانی که هم میخواهند تماس بگیرن ولل خصوص در رابطه با قربانی که بالای که قربانی میشد یا خیر، مستقیم میتونن تماس بگیرن. بفرمایید خواهر، تماستان وصل از برنامه روش روشن. بله، تماستان وصل شده، بفرمایید. گفتم ما پای لگ رفت دارم. خوب درست بیاکنیم لگ قرضدار هستم. چقدر قرضدار هستی؟ بله، جایزات من در گراو هست، خودم هم خانه گراویستم از دیگه. 5 لک پول نقد دارین، 1.5 لک قرضدار هستین؟ بله، 5 لک. و در خانه که ششتین، خانه را هم شما گرو گرفتین؟ بله، گراو هستیم، اینمی 5 لک، اینمی پیسه هست دیگه. 1.5 لک قرضدار هستم. درست. خدا. تشکر. فکرم که ای خواهر رمی بود سالش که 5 لک البته پول دارند و 1.5 لک قرضدار هستند و خانه هم دمی پول دیگه گرو گرفتن، آیا بالایشون قربانی میشد یا خیر؟ منتظر باش خواهر. بله بفرمایین برادر عزیز، برنامه روش روشن در خدمت خودت. مولای سبیتار میبخشی تن یک سوال داریم. بفرما. مولای سبیتار وقتی که قربانی را که میکشی تقسیم میکنی؟ بله، گوشت قربانی. بله، گوشت قربانی سه تقسیم میکنیم. مثلا وقت قربانی را که میکشی، امیره که وقتی که چاک میکنیم، مثلا جگر امیره میکش که اگران تا میگه والا میره تا که سه تقسیم نکنیم سرش سه تقسیم سرم سه تا نشم میگه والا قربانی نمیشه. همه چی رقم میزه برای ما امید جگر جگر قربانی را گفتین؟ بله. خب تقسیماتی که صورت بگیره چگونه باشد؟ اگر گاو باشد که 7 نفر در بین شریک میشن و یا گوسفندی و یا بز باشد. بفرما برادر عزیز.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زنده باشين. بخير باشين. برادر خب مو شما خود خود مسلمان هستیم و اسلام عقیده داریم از پایسه احرام قربانی نمیشه یک کسی هست مثلا از پایسه خود تجارت ها دایی وقت اکثرا از این پول احرام قربانی میشه نمیشه از پول حلال یا قربان از پول حرام یا قربانی میشد یا خیلی نمطور؟ خب تشکر برادر از خودت سوال بسیار خوبی تماس بعدی بفرما برادر عزیز برنامه روش روشن است بفرما سر برادر محترم از مایکی برادرای ما بود از دوستای ما دیگه اونا یک گاو گرفته بودن با دوی سه تقسیم کرده بودن ما گفتم شما چطور قربانی میتونه اونا گفتن ما یک گاو گرفتیم ما متفق بین دونست نکنیم یکی سر و میگیریم یکی سر ما میگیریم یعنی سه نفر شریک شده بودن؟ یا نه دو نفر شریک شده بودن. دو نفر یک گاو را ذبح کردن؟ بله بله دو نفر یک گاو ذبح. سوال تمی است که دو نفر میتونه یک گاو را قربانی بکند یا خیر موتور؟ بله بله میتونه. سوال دیگری نداری؟ نه خیر نمیتونم. منتظر باش. دین همه امورش سهولت است به شرطی که ما خود را از دین آگاه بسازیم تماس بعدی بفرمایید برادر عزیز برنامه روش روشن موضوعی بس قربانی سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله کسی که قربانی میکنه و به خاطر به قصاب که میاره پوستش اجاره بده چیزش میتبه کسی که ذبح میکنه پوستش میتبه برای قصاب یا یک قسمت گوشت میتبه به خاطر که ذرات تنیشه یعنی بدون اجره قصاب اجره نمیگیره میگه باید پوست را برای ما بتین یا خود صاحب قربانی میگه پوست را برات میتون ممرای کله و پاچه بس اما طور موضوع از چه قرار است اما طور منتظر باش ایسان بیننده اگر میخواهین که بفهمین در موضوع قربانی کدام سوال داشته باشین 0711-113-103 مستقیما تماس بگیرید و ما در خدمت شما هستیم بفرما برادر عزیز بله برنامه روش روشن تماست وصل است موقعیت خوب نیست صدایت صحیح نداریم کم جات تغییر بده بفرما بله بفرمایید علیکم السلام السلام علیکم و علیکم السلام بفرما دارید بفرمایید صدایت دارم بفرما برادر عزیز برادر عزیز جایت خوب نیست برادر کم جایتان تغییر بتین تا ما صدایتان را خوبتر داشته باشیم و موضوع سوالتان را بفهمیم بفرمایید خواهر سلام بسیار جدی راستن که سوال ما معلوم موضوعی بود مثل موزی ها زنگ زیر من زنگ ما ایجا روخ نمیشه بای خاطر من گفتم از نارش بای تفاضل خواست دارم که زمین روز زمین دهه آخر یک دعا کنم که بخاطر من اولاد دار نمیشم بخیر اگر اولاد سالی نیکو باش استخواه دین اسلام باشه خدا را دارم به ما بتر تشکر حتما انشاءالله سوال دیگری ندارین خواهر؟ و هر سوال دیگه هم دارم برادر عزیز که اگر ما بریم نزد ملا و تعویض بگیریم بخاطر اینه که حمل بگیریم این خود گناه نداره دین اسلام تشکر منتظر باش منتظر باش موضوع بحث امروز عزیزان بیننده رابطه به امید دهه ذی‌الحجه و خصوص قربانی را پیش روی داریم روزهای عید را داریم روز عرفه را داریم کدام کارها را در این روزها زیادتر انجام بدیم روزه بگیریم زکات بدیم نوافل انجام بدیم صدقات داشته باشیم و یا خیر بفرما برادر عزیز بله سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام در خدمت خودت ما از جناب شیخ صاحب یک سوال داشتم ما در خارج زندگی میکنم بفرما ما اگر میگه قربانی اگر بگیریم در افغانستان پدر یا برادر برای خود وکیل بگیرم آیا قربانی ما میشه سوال دیگری دارین در کدام کشور هستین در کدام کشور هستین تشکر تشکر زنده باشین تشکر منتظر باش منتظر باش برادر خم زیادی از دوستان ما هستند که در خارج کشور هستند و وکیل برای خود میگیرند که در اینجا قربانی برای شود و همچنان میشه بود امریکا باشه در افغانستان اینجا روز سوج شب میباشه و هنوز نماز عید خوانده نشده میباشه آیا قربانی اگه اینجا برای شود در اون زمان حکمش چی هست منتظر باشین انشاءالله از جناب استاد
فروتن صاحب، جوابش را خود شنیدیم. آخرین تماس را داریم، ببینیم که کدام هموطنی ما هست. یک از خواهرها هست. بله بفرمایید. سلام برادر عزیز. و علیکم السلام. مجلس هستم از پاتین هم با تماس کنیم. برادر عزیز، من خانم زیره هستم. امی خاندان خسرانم قربانی میکنن. من در ایسی یعنی قربانی خود نمیشنازن و دادن طفل خودمان بر خود گرفتن. آی قربانی از یا میشه نمیشه این چهار سال چه قسم شده؟ گفتی خانه خسارت بر تو قربانی میکنن یا وا بر خود میکنن؟ نه وا بر خود میکنن، من در نظر من گناه عروس بیویشون. یعنی حق و حقوقتان برتان نداده؟ نه نه ندادن. شما به کجا حال میشین؟ به خانه پدرتان هستین؟ بله، من در خانه پدرم سر میبرم. تقریبا چهار سال میشه که من شهید شدم. من به سرپناه و به سرنوشت باندیم. دادن طفل من بر خود گرفتن و قربانی میکنن در چه قربانی خود و در چه من ایت کنم چی نمیکنن که باشی یارو به جای مراجعه شما کردین به خاطر گرفتن حقتان تا حقتان براتون بته؟ نه نه برادر عزیز، من چند بار گفتت پدر وکیلم گفت دارم که بگو که حق ما را بتین، حق مهر ما بتین، یا دادن طفل ما بتین، بر ما ندارن. حالا او قربانی میکنن در ایت لحظه ای که شما نکاح کردین دو جا حق مهرتان معلوم کردین یا دو وقت امو که در شروع برادر عزیز به وقتی که گفتن و گرفتم ما در دین در نفاقات نولت افغانی در بدل نولت افغانی یک خانه است بر من ندادن. تشکر خواهر، منتظر باش منتظر باش. تشکر، سوال گرفته شد، زنده باشیم. استاد میریم به طرف پاسخ سوالات از شما. دوستان ما هم منتظر هستن، اگر وقت بود در اخیر هم انشاءالله بازم تماسایشان را خواهد داشتیم. یک خواهر گفتن که جناب مسلح صاحب دو چیز وقت باید برش داشته باشیم، یک پنج دقیقه. بله بفرمایید. احکام تکبیرات تشریق و روزه روز عرفه در اخیر. بله انشاءالله بعد از سوالا. خوب است، خوب است انشاءالله. یک خواهر ما گفتن اقتصاد ما خراب است، آیا قربانی بالای ما میشه یا خیر؟ میخوایم بپرسم بالای کی قربانی لازم میشه؟ قربانی بالای کسی لازم میشه که مالک نصاب باشه. مالک نصاب کیست؟ کسی که همون گپ مفتابیهی قطع نظر از دلایل برشون عرض میکنم. بله. کسی که مالک 85 گرم طلا و یا معادل 85 گرم طلا پول نقد باشه، چی کلار باشه، چی افغانی باشه، چی دلار باشه، به حساب افغانی 1,80,000 افغانی. این 85 گرم طلا یا 1,80,000 افغانی یک طرف در پهلویش خانه داشته باشه، قرضدار نباشه، فرش و ظرفش و حوایج خانه و منزلش پوره باشه، باز بالای اینمی آدم قربانی لازم میشه. وقتی که خواهر میشه میگه که من اقتصادم درست نیست، فقیر هستم، پس بالای شما قربانی واجب نیست. اما در اینجا یک سؤاله که سؤال مأیوسی از فقرا و مساکین است که وقتی که ما قربانی کرده نمیتوانیم دیگه اجر و پاداش قربانی را خو اغنیا گرفت، ما چطور شویم؟ نبی صلی الله علیه و سلم دو تا گوسفند هر سال قربانی میکردن. یک گوسفند میگفت از طرف خودم و یک گوسفند از تمام آن عده فقرای امت من تا قیام قیامت که توان و وس قربانی را ندارد. پس با فقرا این نوید و بشارت میدهیم که اگر شما وس و توان قربانی کردن را ندارید، رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف شما قربانی کرده است. بله. تشکر استاد. یک کسی 15-20 یا 25 هزار کرایه میده اما حدود 2 لک افغانی یا 2.5 لک پول هم داره یا کالای تجارتی داره، بالای شخص هم زکات قربانی لازم خانه نیست. نداره؟ بله خانه نداره. نه خیر، ولو که کرا میده ولی خانه نداره، حوایج اصلی شخص پوره نیست. اما اگر به اندازه پول داره که به این پول خانه خریده میتونه، مثلا 40 لک افغانی داره، 30 لک افغانی داره، در کاروبار انداخته، واضح هست که با 30-40 لک یک سرپناه در کابل و در دیگر ولایت ها گرفته شده میتوانه. ولو که حالا این خانه به این پول خود نمیخره اما در حکم گویا این صاحب خانه هست، باز علاوه از امو پولی که در خانه ای به مصرف میرسانه ولو که حالا نمیخره، پول اضافی اگر به اندازه 1,80,000 افغانی باقی میمانه، باز مالک نصاب است، قربانی بالایش لازم است. اما اگر نفر 10 لک افغانی داره، واضح است که به 10 لک افغانی یک سرپناه نمیشه. اما در جای دورتر از شهر میشد. یعنی در جایی که حداقل جان و
عرض و آبرویش حفظ باشه. بازم در این صورت این آدم فقیر است، قربانی بالاش نمیشه. شکر است، زنده باشی. عزیزانی بیننده، رفت و برگشت کدای نریم. عزیزانی بیننده، شما را دوباره خوش آمدید میگم به ادامه برنامه روش روشن که همین اکنون شما تماشاگر برنامه روش روشن به قسم زنده هستید. موضوع بحث امروز ما در رابطه با قربانی و مسائل دهیه که قرار داریم هست. یک خواهر ما گفتن استاد یک گوسفند را خریدن فربی و چاق هم است، اما گفتن که 4 تا شاخ دارد، آیا قربانی میشد یا خیر؟ اشکال نداره، اگر 6 تا شاخ هم داشته باشه، موجودیت شاخ ها و عدم موجودیت شاخ ها این کدام عیبی نیست که مانع قربانی شود. شکر. در اخیر دعا خواستن، انشالله دعا داریم. برادر گفتن که به نام پدر و مادر خود گاو را خریدن برای قربانی، 4 برادر هم هستن، آیا آنها هم میتونند در گاو شریک شوند در قربانی؟ چرا نمیشوند؟ یک گاو است، تا 7 نفر اینا میتونند شریک شوند، پدرش، برادرش، 4 تا برادرها، حتی یک نفر دیگر هم شریک کرده میتوانند، اشکال ندارد. برادر زنگ زدن گفتن که 5 لک روپا مال داریم و 3 لک قرضدار هستیم، 2 لک دیگر داریم، بالای ما قربانی لازم میشه؟ اگر خانه دارند، حوایج خانه و منزلشان پوره هست، دیگه واضح هست که از این 5 لک 3 لک شده قرض بکشند، 2 لک میمانه. 2 لک به نصاب رسیدگی هست، بله بالای اونمو کسی قربانی میشه که مالک اصلی 2 لک است. حالا اگر 2 نفر باشد، 2 برادر باشد در یک خانه و این 2 لک در بینشان مشترک باشد، اگر این 2 لک تقسیم کنه، هر کدامش 1 لک افغانی میرسد و 1 لک افغانی به نصاب رسیدگی نمی باشد. لحاظا 2 لک اگر از 1 نفر باشه، بالای امان 1 نفر قربانی هست. اگر در میان 2 نفر شریک باشه، بالای یکشان هم قربانی لازم نمی شود. تشکر. زنده باشین. برادر گفتن که برای 5 ماه باشد و چاق و فربه و کلان هست، قربانی می شد؟ نه خیر. شرط این است که 6 ماهگی را تکمیل کرده باشه. بعدا اگر چاق و فربه به مانند 1 ساله معلوم شد درست است، در غیر از او باید 1 ساله باشد. زنده باشین. خواهر گفتن 5 لک روپه داریم، در اینجا 1.5 لک قرضدار هستیم، قربانی بالای ما میشد؟ اگر با امو عین جواب سوال برادر قبلی هست که اگر خانه دارن، حوایج و ظرف و فرششان پوره هست، از این 5 لک 1.5 لک وضع میکنن، یعنی 1.5 لک منفی میکنن، در 3.5 لک دیگه واضح هست که به نصاب رسیدگی هست، قربانی واجب میباشد. کسی 10 لک خانه را گرو گرفته، بالاش قربانی لازم است؟ یعنی که خانه نداره دیگه. واضح هست که خانه نداره، نه خیری فقیر است. زیرا این خانه بخره، هر وقت که بعد از خریدن خانه این مالک 2 لک و 1 لک و 80 و 10 لک شد، باز مالک نصاب است. زنده باشین. در شریک شدن در گاو 7 نفر شریک میشن، تمام چیزهایی که از گاو هست، از جگر شروع تا تماما، باید در 7 حصه تقسیم شود یا خیر؟ بله، تمام چیزهایش 7 حصه تقسیم شود و داده شود، حتی در میان خود یگان بخشش داشته باشند، ولی در مجموع تمام اجزای گاو باید 7 حصه تقسیم شود و هر کس حصه خود بگیرد. و یا اگر کسی همی جگر گاو را یا ویا کله پاچه را با شریکی همگی به 1 نفر میتن، مشکل دارد؟ کلگی رضایت داشته باشه، به یک فقیر و مسکین داده شه و اشکال ندارد. از پول حرام قربانی میشه؟ نه خیر، زیرا کسی که پول حرام در نزدش است، قبل از قربانی یک وظیفه مهم و اساسی داره و او وظیفه عبارت از این است که ای در قدم اول نجاست و حرام از خود دور بسازه. خب مال حرام یا دزدی است، یا مال بیت المال است، یا مال رشوه است، یا مال سود است، این حرام از خود دور بکنه. بعد از او که حرام از خود دور کنه، دیگه برای ازی چیز حلال نمیمانه که نمان فقیر شد، فقیر بالاش قربانی لازم نیست. تشکر. برادر سوال داشتن، 2 نفر آیا میتوند یک گاو را ذبح بکنن؟ چرا نه؟ تا 7 نفر شریک شده میتوانند در یک گاو، اینا 1 حصه خودشان است، بقیه 5 حصه دیگه مستحبی و نفلی هست، یعنی اجر و پاداش 5 حصه دیگه برای هر دوی شخص میرسد. و اگر کسای شریک میسازند؟ خدا بیارشان شریک بسازند، اما اگر نسازند،
از اجر و پاداش این نمی پنج حصه دیگه هر دویشان مستفید می شود. تشکر. کسایی هستند که قربانی می کنند جناب استاد و زیاتری اوقات معلوم خصوص که در شهر هستیم دیدیم در کابل هستیم قصاب را که میارند در شروع اول قصاب میگد که پوست گاو و یا بز و یا گوسفند با کله و پاچیش برای ما بتین اگر یک پنجصدی هم دادن خوب و اگر ندادن مشکل نیست آیا قربانیشون میشد و یا خیر؟ قربانی میشه اما دادن پوست گاو و کله و پاچیش به عنوان اجره به قصاب درست نیست زیرا این حق فقیر و مسکین است اگر قصاب فقیر و مسکین است بدون اجره بدون کار و زحمت و قصابی کردن میتواند که گوشت پوست و کله و پاچه را بگیرد اما اگر شرط گذاشت که کله و پاچه را برام بده ای به این معنا که نمی مزد ما شد بازی درست نیست اما اگر یک نفر میگه که من مزد اصلی تو که 1500 افغانی است هم برات میتم در پهلوی آن کله و پاچه و پوست به عنوان صدقه برات میتم اشکال ندارد بله تشکر زنده باشین خواهر زنگ زده بودن اونو تماس داشتن و سوالشون همی بود که اولاد ندارند دعا شود در اخیر برای منتصای به اولاد شویم اگر نزد ملای بریم به خاطر گرفتن تعویض به خاطر اولاد یعنی اینا تعویض با ما تعریف بکنن اگر تعویض به این معنا باشه که آیات و بعضی چیزها را در ورق نوشته که در گردنت پرتو این معنا نداره حتی نبی علیه السلام این چنین عمل شرک خوانده است اگر قرار به این باشه که آیات نوشته خو کل قرآن در جیبت بان کل قرآن در بازویت بسته که اما برای تو فایده نمی رسانه تا که عمل به قرآن نکنی اما اگر به نزد یک عالم دین که واقعا عالم دلسوز و فهمیده باشه در قضایای ارقیه و ادعیه و دم و دعا اشکال نداره که یگان دعاها را برش بگوید صلات حاجت برش بگوید یاد یک دم بکندش یا بعضی دعاها را در آب دم کنه آب برش بته اشکال نداره اما این که برو ورقا را نوشته که در بازود بسته که در گردنت پرتو این درست نیست تشکر زنده باشین برادر سوالشون هم می بود گفتن ما در خارج زندگی میکنیم اگر در کابل برای خود وکیل بگیریم و برای ما قربانی بکنن حکمش چی هست و همچنان استاد اشاره داشته باشین که اگر مثال در افغانستان روز می باشه در امریکان همان روز باز شب هست هنوز نماز عید خوانده نشده چون شرط است که بعد از نماز عید باید قربانی صورت بگیره موضوع از چه قرار است در این مورد دو نظریه هست نظریه اول این است که کسی که در آمریکا است آمریکا را به خاطر مثال میتیم که با افغانستان تقریبا 12 ساعت فرق داره کسی که در آمریکا هست یک نفر در افغانستان وکیل خود انتخاب میکنه از طرف ما پول بگی حیوان بخر ذبح کن حالا دیگه وکیل حکم اصیل گرفته است گویا اونم شخصی که در آمریکا زندگی میکنه اینمینجا موجود است پس بالای وکیل وقتی که روز می آید عید می شود و بالاخره وکیل قربانی میکنه گویا که اصیل قربانی کرده است بله یک روایت دیگر روایتی است که نه زمانی که بالای اصیل و موکلی که در آمریکا و دیگر کشورها هست روز عید بیاید و نماز عید بخوانه باز تو در اینجا قربانی بکن بله. این هم درست است ولی به خاطر از این که این خود درستر است به اتفاق تمام علما به خاطر که از اختلاف و از تشویش به دور باشیم بهتر این است که کسی که خودش در آمریکا و جرمنی و دیگر کشوراست و با افغانستان تفاوت داره هر وقتی که در آنجا نماز عید خدا خواندن به اینا زنگ بزنند که برای ما قربانی بکنن روز دوم عید قربانی بکنه در اجر پاداشش هم کدام تغییر خاص نمی آید و بدون تشویش از امو موکلش قربانیش درست میشه تشکر زنده باشیم خواهر تماس داشتن گفتن که من زن بیوه هستم 4 سال میشه بیوه شدیم از خانه خسر به من هیچ حق و حقوقی ندادن حالا آنها قربانی میکنن اما حق مرا ندادن قربانی آنها میشد یا خیر خب اگر قربانی از مال خود میکنن خود اگر مالشان است من حق و حقوقی خواهر که گفتن 900 افغانی و یک خانه را در مهر براشون نوشته کرده بود و شوهرشون شهید شد این همین 900 افغانی و خانه و منزل حق مسلمی خواهر است نه. اگر این 900 افغانی را شوهرش نداده گردن شوهرش بسته است
اگر این مال به دست به خسور و ایوارایش رسیده به این نداده گردن اونا بسته است. در یمی خانه ای که برش نشته کده الان خسورش و یا دیگر ایوارایش میشینه، این مال حق مسلم یمی خانم است. این خانم میتونه که نولک افغانی با یک دربند منزل و حولی خدا به دست بیاوره، حق مسلمش است و از مهرش است. الان این خواهر اگر مالک نصاب هست قربانی بکنه، اگر نیست نکنه. خسر خلش که قربانی میکنه خدا بیارشان، اگر حق مسلم حلال خودشان باشه خود درست، اگر حق دیگرها را میخوره و قربانی میکنه درست نیست. تشکر، زنده باشیم. عزیزان باز هم به شما وقت دادیم که تماس بگیرین در رابطه به دهه ذی‌الحجه و علی‌الخصوص تکبیرات تشریق و همچنان گرفتن روزه در این روزها، علی‌الخصوص یک روز پیش از عرفه و در روز عرفه، از ثواب خاص برخوردار است. یکی از چی ثواب برخوردار است اگر میخواین که بفهمین و یا بدانین و کدام از کار گفته شد، مستقیما بپرسین از جناب فروتن صاحب. بفرما برادر عزیز. این مفتی صاحب محترم که صاحب جواب دادن طلاق حساب کردن خود نصاب قربانی دیگی به خود از این قرآن خود مشکل داره، خود نصاب از نقره حساب بشه که 21,000 افغانی کرد. خب گفتن که اشکال حساب از طلای سرخ یا طلا گرفتن، هدفشان از طلای سفید هست. اگر انشاءالله در این رابطه استاد مردان معلومات کافی خواهد داد. ما هم شنیدیم زیاد از کسایی که میگن 10,000 افغانی اگر داشتی قربانی بالایت لازم هست. بفرما برادر عزیز، میشنویم صدای خودت و سوالت را. از مفتی صاحب یک سوال داشتیم درباره در رابطه قربانی. مثال ما دارم 5,000 افغانی دارم قربانی با حلالی که خانه ندارم، خانیم در قندوز بودم، جا خانه نداشتیم، باز ولی فعلا مهاجر در کابل آمدیم، در اینجا در خانه که راجی هستیم، ولی کن 5,000 افغانی نه دارم. و دیگه امی اونجا که در قندوز بودم اونجا قربانی میکردم از طرف پدرم، پدرم وقت زنده بود از طرف ازو برای ازو میکردم، ولی وفات شده مثال امی قربانی خودم ایجا بکنم. اگر امی در قندوز خانه از خودتان است؟ در کجا؟ در قندوز. نه در قندوز خانه نداشتیم. تشکر، سوال گرفته شد. تشکر برادر عزیز، تشکر. دوزاران برنامه، حال وقفه کوتاهی داریم. عزیزان بیننده، شما را دوباره خوش آمدید میگم به ادامه برنامه روش روشن که همین اکنون شما تماشاگر برنامه روش روشن به قسم زنده هستید. بفرمایید برادر عزیز. ما قاضی هستم، علاوه بر اینجا به قاضی هستم، از تقوا زنگ میزنم دیگه. تعالی گیدایو سیستم کی داره استفاده میکنه؟ با من میشه ما قربانی. چقدر قرض هستین؟ 150,000. 150,000 150,000 قرض هستین. خب دولت گیرایی بگیرین به قربانی میشه قربانی مونه. قربانی بکنین یا خیر موتور؟ بله. برنامه را شما تعقیب کردین از شروع؟ بله. پس از شروع که تعقیب کردین دیگه، خب حالا شما قربانی نمیشه دیگه. استاد گفت توضیح داد، بازم کتابش نمید انشاءالله استاد براتون معلومات مختصری خواهد داد. تماس بعدی بفرمایین. بفرمایین خواهر، تماس شما وصل است. سلام علیکم. علیکم السلام. یک سوال داشتم که میگفتن که سری و خیر بخونی، میگن باید ما صدای میخواهر سعی ندارم. بله گفتین چی شده؟ سری واقعه را میگه بخوانی. گفتین سری واقعه را که میگه بخوانی روزی زیاد میشه، سری وقتا بخوانی که می روزی زیاد میکنه. استاد شما گرفتین؟ بله سری واقعه را. حالا یک سوال دیگه از مفتی صاحب میخواستم، به دنیا آخر دنزل زروجه برای من لطفا دعا کنید. دعا. تشکر خواهر. بله عزیز جان، تماما میلیون بیننده ای که ما داریم، در اخیر دعا داریم و دهه ذی‌الحجه دهه هست که انشاءالله دعای ما قبول میشه و همچنان در روز عرفات روز قبولیت یا روز عرفه روز قبولیت دعا هست. با شما یک جا دست جمعی دعا خواهد داشتیم، منتظر باشین. تماس بعدی بفرمایین. برنامه روش روشن است. زنده باشین. بفرمایین. بعدم فامیل ما خودم بزرگ هستم.
صدای تلویزیون رو پخش کنین برادر، صدای تلویزیون رو پخش بکنین. مستقیم سوال تا بپرس، بفرما. گفتم در فامیل بزرگ خودم هستم، یه قربانی به نام خود کنم یا به نام دیگه. بزرگ خانه هستین، شما نانآور خانه خودتان هستین، پولم از خودتان است؟ بله بله. مالک نصاب هستین؟ بله. منتظر باش. تماس بعدی بفرمایید. سلام برادر. و علیکم السلام. سلام علیکم مولای صاحبم. سلام علیکم. من از کندوز تماس گرفتم، گفتم که 8 سال میشه چیز هستم، 7 سال است که قربانی میکنیم. خسر ما 20 سال است تقریبا سال کرده، میگن که قربانی را به خاطر پرست میکنه شوهرم. حالا این همی درست میشه یا نمیشه؟ سوال اول من نیسته. گفتن 7 سال شد قربانی میکنین و بعد چی شده؟ به خاطر خسرم، 20 سال است که سال کرده. اینا میگن که 7 سال است که قربانی میکنم، خسرم دیگه 20 سال است مال شده. پدر بچه ها میگه این قربانی را به خاطر پدرش میکنه، این همه قربانی میشه یا نمیشه؟ درست. سوال دومی است بیادر، به خاطر از این که ما قربانی داریم ولی دیگه پیسه نداریم، قرضه را نیستیم، دولی کرایی هستیم، همه قربانی ما میشه یا نمیشه؟ اولادای من کل اگه نام خدا 9 نفر نانخور هستیم. همین سوال من. تشکر، تشکر. منتظر باش. تشکر. زنده باشین. یک برادر تماس دارم، قدش و جناب استاد، در رابطه به نصاب قربانی که شما گفتین 65 گرم طلا حساب شده، حدود 180 افغانی میشه و طلا سپید یا نقره. از جاتری کسایی هستن که میگن کس 10000 افغانی داشته باشد هم قربانی بالایش لازم میشه. در شرایط کنونی معیار سنجش پول نقد به نقره نمیشه، چون نقره ارزش خود از دست داده، بلکه طلا هست. بله. و کسایی که میگن 10000 حدود پول داشته باشیم، خیر دیگه او فقیر است. 10000 گفتم تا 180000 اگر یک کس پول داشته باشه، حوایجش پوره باشه، خانه داشته باشه، باز مالک نصاب است و این منطق نداره. اگر ما به 10000 افغانی مطابق نصاب نقره مالک نصاب شوم، غنی گفته شوم، ما چطور که خودم یک انسان غنی هستم و بالایم قربانی واجب باشه، با مجموعه پول خود یک گوسفند خریده نتونیم که 15000 افغانی هست؟ پس این معنا ندارد. این عقل و منطق قبول ندارد و شریعت هم در تطابق نیست. تشکر. زنده باشیم. یک برادر گفتن که سالها قبل هم در کندوز هم می بودیم، خانه نداشتیم، در اوجا حدود 4 لک 5 لک داشتیم که قربانی میکردیم. حالا در کابل آمدیم اینجا کرایه میتیم، 5 لک افغانی دارم. نه خیر، قربانی بالایشان نمیشه چون مالک نصاب نیستن. چرا خانه ندارن؟ یک برادر گفتن 1.5 لک قربانی نکنن. پول دارم، قربانی بالای ما میشه؟ 1.5 لک اگر دارد دیگه چیزی نداره، نه خیر بالایشان نمیشه. خواهر در رابطه و سوره واقعه پرسان کسی کردن؟ که سوره واقعه را هر شب بخوانه، چی شب و یا چی روز، خداوند متعال از فقر و تنگدستی او را نجات میده، غنی و مالدارش میسازد. تشکر. یک برادر گفتن من نانآور خانه هستم، کلان خانه هستم، پس قربانی بالای من لازم میشه؟ اگر تنها خودت مالک نصاب هستی، تنها خودت قربانی بکن. اگر هر عضو خانه شما مستقلانه صاحب نصاب باشه، سر هر عضو قربانی واجب است. تشکر. سوال اخیر، خواهر گفتن که ما 7 سال میشه به خسرم قربانی میکنن و پول هم قدر زیاد نداریم، مالک نصاب نیستیم، ما قربانی بالای ما میشن؟ نه خیر دیگه، نه بالای تو میشه نه برای خسر. به عوض ازی که پول میگیری قربانی میکنی برای خسر، امور در خانه خودتان به مصرف برسانن، خودتان یک دردتان دوا بکنید. تشکر. جناب استاد، تکبیرات تشریق کدام هست و از چه وقت شروع میشه؟ با قسم کوتاه میگن و چه فضیلتی داره؟ تکبیرات تشریق گفتن الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر است که بعد از نماز فجر روز عرفه شروع و تا بعد از نماز عصر روز چهارم عید دوام پیدا میکنه، که بعد از هر نماز فرضی چی منفردانه ادا میشه، چی زن ادا بکنه، چی مرد ادا بکنه، چی با جماعت باشه، چی خرد چی کلان، چی دختر و چی پسر باشد، یک بار گفتنش واجب است و تا 3 بار گفتنش بعد از هر نماز فرض. بعد از هر نماز فرض. تشکر. و همچنان بله استاد، در رابطه با روزه گفتیم امیر من میگم و نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید
کسی که در روز عرفه روزه میگره به غیر از حجاج بیت الله الحرام که اونا روزه نگیرن چون گرمی است و دعا زیاد بکنن. صیام یوم عرفه اینی احتسب علی الله، روزه روز عرفه را ما حساب میکنم به الله که ای کفر سنت التي قبلها و سنت التي بعدها، سبحان الله، که گناه های یک سال گذشته و یک سال آینده را، البته گناه های صغیره را معاف میکنه. پس دوستای ما، برادرای ما، خواهرای ما متوجه باشند که روز دوشنبه را روزه بگیرند چون روز عرفه هست. تشکر استاد، زنده باشین. کدام اعمال دیگری هم هست که باید دیگر ذکر بکنیم؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، زیاد زیاد بخوانند. نبی صلی الله علیه و سلم میگه بهترین دعایی که من و پیغمبران قبل از من در روز عرفه خوانده اند همین است. نبی صلی الله علیه و سلم میفرماید در طول سال کسی که صبح 100 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بخوانه، معادل آزاد کردن 10 غلام برش اجر و پاداش داده میشه، 100 گناه از پیشش دور میشه، 100 نیکی برش داده میشه و تا شام از شر شیطان در امن میباشه. اگر شام بخونه تا صبح به همین قسم میباشه. تشکر استاد، زنده باشین. دادن صدقات و زکات در این دهه ثوابش بیشتر خواهد، یعنی بیشتر است. هر عمل صالحه افضل است، حتی از جهاد کرده در راه الله فضیلتش بیشتر است، مگر او کسی که جان و مالش در راه الله فدا شوه ثواب او شخص یک طرف، و اگر یک کسی در امین دهه یک حبه و دینار را خیرات صدقه میکنه، نماز میخوانه، کارهای خوبی را انجام میده، این ثوابش علایده و با مو شهید معادل است. زنده باشین استاد. در روز عرفه که بخیر در پیشوی ما هست، روز دوشنبه، غیر از گرفتن روزه که میگیریم کدام دعای خاصی هم دارد؟ فقط امی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير، زیاد زیاد بخیر. زنده باشین استاد. همه دوستا منتظر هستند. دعا میکنیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم يا حي يا قيوم، وبرادر او خاهرايك دعاء خاصان، وبرادر او خاهرايك ولو دعانا خاصان وبرنامه رديدا، إلهي يا حي يا قيوم حوايج شونا براورده بسازي، مشكلات شونا حل بگرداني، مريضان شون را شفاء عاجل و كامل نصيب بفرماي. إلهي يا حي يا قيوم با اعمال ايشان را توفيق عنايت فرمايي كه سبب رضایت تو میگردد. الهی کسانی که شهید شدند در این حوادث اخیر شهادتشان را قبول بگردانی، بازماندگانشان را اجر جمیل و صبر عظیم عطا فرمایی. اللهم یا حی یا قیوم در کشور ما و عالم اسلام صلح و امنیت قایم و دائم بگردانی. الهی از نفاق و شقاق به سوی تو پناه می جویم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عزیزان بیننده برنامه روش روشن، این بود داشته های کنونی ایمان. تا یک باز هم در یکی دیگر از برنامه های روش روشن در خدمت شما قرار میگیرم. یکا یک شما را به الله یکتا می‌سپارم.